فصل یازدهم. وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید. همین که وارد آن شدید، کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتند و در کوچه‌ای کره الاغی را دیدند که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند: چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون دیر وقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگی دید و رفت تا ببیند آیا میتواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود: دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد. و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چارپایه‌های کبوترفروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانی برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته‌اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدند، در صدد برآمدند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می‌ترسیدند، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در ضمن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت: ای استاد، نگاه کن و درخت انجیری را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت: به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا می استید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم می‌زد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند: به چه اختیار این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود:
منم از شما سوالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود، آنها از مردم می ترسیدن چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را می کنم.